دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. حالا من انشالله حرفایی دارم راجع به این قضایای این چند روز، با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد انشالله در وقت خودش. یعنی دشمنی به جای خود باقی است. اون چیزی که میتوانه جلو اعمال دشمنی رو بگیره روح شجاعت و روح فداکاری و روح ایمانه، که نمونه کاملش این بچه های شما بودن، این جوان های شما بودن. تا ابد این ملت مدیون فرزندان شماست، چون هرچه که این ملت در این سالها به دست آورده است، عزت این ملت، امنیت این ملت، پیشرفت این ملت، همه و همه مدیون این جوانهای عزیزی است که دل از خانه و خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند و اینها کندند و رفتند، سینه سپر کردند در مقابل دشمن، اون هم دشمنی که همه دنیا در مقابل ما از او حمایت می‌کردند. هم غرب هم شرق، اون روز هم ارتجاع منطقه، همه و همه از این دشمن خبیث بعثی ما حمایت می‌کردند. اگر جوانهای دلاور و شجاع و فداکاری وجود نداشتن مثل جوانهای شما که برند و خودشون رو مثل یک سپری، مثل یک سدی در مقابل دشمن قرار بدن، این دشمن پاش به داخل کشور میرسید و به هیچ چیزی رحم نمی کرد. شما الان ببینید در شمال آفریقا، در بعضی از کشورهای منطقه غرب آسیا چه خبره؟ اونجه که در ایران با حضور بعثی‌ها اتفاق می‌افتاد 10 برابر بدتر از اون چیزی بود که امروز در لیبی هست، چند سال در سوریه بود، مدت‌ها در عراق بود و از این قبیل. کی مانع شد؟ کی جلو این خسارت عظیم تاریخی و ملی رو گرفت؟ جوانای شما، همین شهدا،